قطعه بعدی اسمش ریکاب پهروی هستش. ریکاب یا ریشاب همون نوت ره هست توی موسیقی هندی. ساره گما پدانی سا دوره می فاسولاسی و اسمه سانسکریت هستش و ساره ره که میشه همون دوره خودمون، ولی این ره مخفف کلمه ریشاب هستش. هر نوتی یه اسم سانسکریت داره، مثل موسیقی ایرانی تو قدیم قبل از اینکه موسیقی غربی تئوری موسیقی غرب وارد موسیقی ایران باشه، ما نوتارو بر اساس نوتا و ریتما بر اساس حروف ابجد و ریتمای ایقایی یاد می‌دادن. این قطعه اسمش ریکا بهروی هستش. بهروی اسم یکی از ملودی‌های هندی هستش که تو ایران هم خیلی این به اصطلاح گام خیلی گام معروفی هستش، تقریبا مثل نوای خودمون هستش. و قطعه افغانی هستش، ولی خیلی به نظر من ایرانی هم هستش، چون این موسیقی ایران و افغانستان نقاط مشترکشون بسیار زیاد هست. و موسیقی کلاسیک ایران، موسیقی شمال هند خیلی تحت تاثیر موسیقی ایرانی بوده و موسیقی ایران از طریق افغانستان و از کشمیر وارد هند شده بود که این در واقع میشه گفت که هویت موسیقی شمال هند و این خاص بودنش که اینقدر توی دنیا بعد از موسیقی کلاسیک غرب میشه گفت که وسیع ترین و گسترده ترین معروف ترین موسیقی که توی دنیا هستش موسیقی نورت ایندین کلاسیکال میوزیک، موسیقی کلاسیک شمال هند هستش. و خاصیتش به خاطر اینه که تحت تاثیر فرهنگ‌های مختلف قرار گرفته، تحت تاثیر موسیقی جنوب هند قرار گرفته، تحت تاثیر موسیقی که از نپال و نورت ایست هستش قرار گرفته و تأثیر بسیار زیادی از موسیقی ایرانی گرفته. این قطعه یکی از میشه گفت که یک مثال خیلی خوبی میشه میتونه باشه برای این تئوری که وجود داره. Thank you.